داستان ما از اینجا شروع میشه که بوریس یک جوان در کشور مقدونیه مثل خیلی از همسن و سالای خودش از فروش ترافیک و تبلیغات و هزینه کلیک یا آگهی پول در میاره. حالا چطور میشه میزان بیننده های یک مطلب رو چند برابر کرد بدون وارد شدن به محدوده های ممنوعی مثل تصاویر و فیلم های بالای 18 سال، فروش مواد مخدر و سلاح و مطالب دیگه‌ای که بلافاصله پرداخت از سوی سرویس های کلیک و آگهی رو متوقف میکنن. بوریس پاسخ ساده‌ای برای این مشکل یافت. پولیتیکس. بله، سیاست نه تنها موجب کاهش درآمد اون از آگهی نمی‌شد، بلکه دست بر قضا انتخابات آمریکا توجه به سیاست را حتی نسبت به چند ماه قبل به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش داده بود. خب حالا نیاز به تولید فله‌ای مقالاتی بود که تیترهای جنجالی و جذابی دارن، تیترهایی که بیننده‌ها جای دیگه اونها رو ندیدن. مثلا یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا به داعش سلاح داده، خبری که با علم کامل نویسنده از دروغ بودن اون فقط به منظور شیر شدن و کلیک گرفتن بیشتر منتشر شده بود. خبر و اخباری که خیلی ساده میشه بهشون گفت فیک نیوز. اگرچه برای افراد آشنا به مطبوعات و فعالان سیاسی تشخیص فیک نیوز کار ساده‌ایه، اما مشکل بزرگ با مواجه شدن تعداد بسیار زیادی از کاربران عادی با یک بنر و تیتر ایجاد میشه وقتی که مثلا وارد اکانت فیسبوکشون میشن. در بخش تبلیغات کنار صفحه یک آگهی با تیتر بسیار عجیب و تکان دهنده رو میبینن. مثلا یک کاندیدای ریاست جمهوری عضو حلقه مخفی و سکرتی از سوء استفاده از کودکان بوده. یک روزنامه نگار و فعال سیاسی به خوبی میدونه این تیتر تحریک‌آمیز برای تشویق کاربر به کلیک کردن طراحی شده، اما کاربر عادی بلافاصله روی تیتر کلیک میکنه و حداقل بخشی از مطلب رو میخونه. میان کارشناسان مختلف بر سر اینکه فیک نیوز چقدر میتونه مثلا در انتخابات به تغییر رأی شهروندان عادی بیانجامه اختلاف هست، اما رویدادهای چند سال اخیر نشون میده حتی در کشورهایی با آموزش مدنی بسیار بالا و جامعه مدنی قوی هم فیک نیوز به راحتی میتونه به ظهور جریان‌های افراطی، ملی‌گرا و پوپولیستی بیانجامه که مثلا در هنگام انتخابات به نفع یک قدرت خارجی عمل کنه و جامعه مدنی رو هدف قرار بدن. شواهد بسیاری از حمایت دولت و رسانه‌های روسیه از انتشار اخبار خلاف واقعیت علیه مهاجران در کشورهای مختلف اروپایی وجود داره و اینجاست که خطر فیک نیوز یا اخبار جهت‌دار و دروغ رو حتی در کشورهای پساصنعتی و پیشرفته میشه به سادگی دید. فیک نیوز ممکنه در ظاهر بی خطر و خنده‌دار به نظر برسه، اما در جوامعی که تنش قومی، مذهبی و یا شکاف‌های عمیق منطقه‌ای وجود داره، انتشار اخبار نادرست میتونه به پارانویای عمومی، خشم و حتی درگیری منجر به خون و خونریزی بیانجامه. اما کاربران عادی چجوری میتونن فیک نیوز رو تشخیص بدن؟ پاسخ به این سوال کمی مشکله. کاربر عادی عموماً ابزارهایی رو که روزنامه‌نگارا برای تشخیص فکت یا واقعیت و اعلام یک خبر به عنوان فیک نیوز در اختیار دارن رو نداره و حتی روزنامه نگارا هم بر سر اینکه یک خبر واقعیه یا غیر واقعی در مواردی با هم اختلاف دارن. اما به هر حال قولهای بزرگ تکنولوژی مثل گوگل، توییتر و فیسبوک که از خدمات و سرویس هاشون در حد بسیار وسیعی برای انتشار اخبار نادرست سوء استفاده شده، قول دادن هم با استفاده از الگوریتم و هم با مشارکت جمع زیادی از روزنامه نگارای دارای سلایق مختلف فیک نیوز رو تشخیص و اون رو مثل دیگر مطالب غیر قانونی از خروجی سرویس هاشون حذف کنن.